جنگ گورکا و توافق نامه زهرالود اتمی باند خامنه ای در گرد همایی دلواپسین نگران نظام هستیم توافق ژنو توافقی است که ماهیت نظام را هدف گرفته و موضوع هسته ای تنها یک سکو برای رسیدن به این هدف است آخوند حسینیان از باند ولی فقیه سانتریفیوش برعکس میچرخند رفسنجانی در پاسخ به حملات باند خامنه ای اقلیتی افراطی همیشه فرصت طلبی می کنند. امیدواریم از نتیجه که پس از 8 سال تخریب گرفتند درس بگیرند و بیش از این آب به قربال نپیمایند. باند خامنه ای در گرد همایی به نام دلواپسیم که روز شنبه در مقابل سفارت سابق آمریکا در تهران برگزار کرد دولت اخوند روحانی را آماج حملات خود قرار داد. پاسدار فریدون عباسی رئیس سابق سازمان انرژی اتمی رژیم آخوندی به نظر من تیم مذاکره کننده خیلی کوتاه آمده است کاری خلاف NPT انجام نمیدادیم و کاملا تحت نظارت آژانس کار می کردیم تیم مذاکره کننده نباید از این موضوع کوتاه می آمد به ما می گویند پیام انتخابات و حماسه سیاسی را بگیرید ما هم به آنها می گوییم شما هم پیام رفراندوم یارانه را دریافت کنید و از دانایی دوری کنید پاستا کوسری عضو مجلس ارتجا به مسئولان تیم دیپلماسی بارها اعلام کرده ایم حالا که تعداد سانتریفیوژ ها را محدود کرده ایم باید تمام تحریم ها را بر می داشتند. اگر ما تعلیق اورانیوم غنی شده 20 درصد را قبول کردیم حداقل باید بانک مرکزی از تحریم ها در می آمد و صادرات نفتی آزاد می شد. سفیر سابق رژیم در شوروی در ابتدای کار دولت روحانی نامه سرگشاده به رئیس جمهور نوشتم اما پاسخی دریافت نکردم هیچ یک از طرف های مذاکره کننده حاضر نشدند متن توافق را با من مورد بررسی قرار دهند آقای رئیس جمهور از حقوقدان ها دعوت کرده اید چرا کسی جواب مرا نمی دهد از رئیس جمهور سوال دارم چرا کسانی که برای دفاع از شما می آیند شناسنامه آنها نیز مشخص نیست الیاس نادران عضو مجلس آخوندی دولت تکلیف دارد به نهادهای تقاضا کننده پاسخگو باشد توافق نامه نهایی صورت نمیگیرد مگر اینکه مجلس در جریان جزئیات قرار بگیرد آخوند پناهیان از باند ولی فقی اگر مذاکراتی به تقویت جایگاه نظام منجر نشود این مذاکره محکوم به شکست بوده و مطرود است محمدی به اصطلاح کارشناس مسائل بین توافق ژنو توافقی است که ماهیت نظام را هدف گرفته و موضوع هسته‌ای تنها یک سکو برای رسیدن به این هدف است صادق کوشکی یک مزدور اطلاعاتی رژیم اگر توافق نامه ژنو با شکل فعلی ادامه یابد از شما خواهند خواست بهاییت را به رسمیت بشناسید پذیرش توافق نامه به شکل فعلی باعث خواهد شد روزی هجاب اسلامی را هم ممنوع کنند نتیجه خوشبینی ها و عقبنشینیها ها این شد که آمریکایی ها گفتند سیستم موشکی نظام باید هست شود اگر ما امروز این توافقات را با این شکل ادامه دهیم باید به سید حسن نصرالله بگوییم خدا حافظ سعید زیبا کلام آزرماه نگران صنعت هستهی کشور اسفند نگران استقلال کشور و اکنون نگران انقلاب هستیم آخون حسینیان عضو مجلس ارتجا از باند ولی فقی آخون روحانی را در مورد مذاکرات هستهی مورد حمله قرار داد و گفت دولت قول داد سانتریفیوشا بچرخد و زندگی مردم هم بچرخند اما الان سانتریفیوشا برعکس میچرخد یعنی امروز چرخش سانتریفیوژها به گونه است که اورانیوم 20 درصد را تبدیل به 3 درصد می‌کند. بنابراین حداقل سانتریفیوژها را متوقف کنید تا برعکس نچرخند. هشت شرط ذکر شده توسط گروه 5 به علاوه یک در توافق نامه جنف جهت غنیسازی برای نظام به گونه است که مانع رسیدن نظام به وضعیت صنعتی قنیسازی می شود. قربی ها در قرارداد قولی مبنی بر اینکه پول نقدی به حساب نظام واریز شود ذکر نکردند. بلکه گفتند که کانالی بین نظام و غرب ایجاد می شود که در موارد معدود خاص هزینه شود مگر ما کشور مستعمره هستیم که آنان به ما بگویند که پولهایتان را چگونه و به چه طریق مصرف کنید از سوی دیگر رفسنجانی در دیدار با جمعی از افراد وابسته به باند خودش از قزوین به پاسخگویی به حملات باند رقیب برخواست و گفت اقلیتی افراطی همیشه فرصت طلبی می کنند و میخواهند با سوء استفاده از مفاهیم مقدس در جامعه اهداف باندی را تعمین کنند افراط و تفرید و چه مشترک افکار و رفتار آنهاست که در همه جناح ها وجود دارند دفتر رفسنجانی نیز با صدور اطلاعی گفت اقلیتی انگوش شمار که تریبونهای رسانهی خود را با پول بیت المال نیز اداره می کنند به جای صداقت رسانهی به خبرسازی روی آوردند امیدواریم خبرسازان از نتیجه که پس از هشت سال تخریب شخصیت اصیل نظام گرفتند درس بگیرند و بیش از این آب به قربال نپیمایند